بیماری که از سبزیجات منتقل می شوند افراد بیشتری را مبتلا و در بیمارستان بستری می کنند تا بیماری هایی که ناشی از مصرف گوشت هستند. میوه ها و سبزیجات دفاع طبیعی خود را دارند. به عنوان یک مصرف کننده وقتی میوه یا سبزی میخرم باید همیشه حواسم باشد که فاسد نباشند و برش نخورده باشند، چون این راهی برای ورود باکتری است. بیشتر نگرانی ما درباره ویروس ها و باکتری های روده است. وقتی صحبت از ایمنی مواد غذایی باشد همیشه احتمال خطر هست. برای به حداقل رساندن تمام این خطرات، پژوهشگران اروپایی در محیطی غیرمعمول در این کارخانه فراوری و بسته‌بندی سبزیجات در نزدیکی برمن در آلمان مشغول انجام تحقیقات هستند. حدود 100 تن سبزیجات هر هفته در اینجا در این کارخانه فراوری می‌شوند. دغدغه هر روزه مدیر کارخانه این است که این محصولات بهداشتی تازه و بدون استفاده از مواد نگهدارنده به مشتری برسند. برای ثابت نگه داشتن ارزش غذایی موجود در کاهو و جلوگیری از انبساط و انقباض آنها، دمای نگهداری طی مراحل فراوری بسیار پایین است. می‌خواهیم مطمئن باشیم محصول وقتی به دست مشتری می‌رسد ترد است. اما عمر این محصولات در قفسه‌های فروشگاه بسته به نوع محصول 3-5 روز است. می‌خواهیم این زمان را بیشتر کنیم. مثلا مهم است که کاهو مدت طولانی ترد باشد، بافت مواد موجود در آن یک دست بماند و سالاد نرم نشود. در مورد هویج هم همینطور. اما چگونه باید با این چالش‌های مربوط به بهداشت و طراوت مواد غذایی مواجه شد؟ دانشمندان یک طرح اروپایی موسوم به سوفی برای بهداشت و سلامت سبزیجات بسته‌بندی شده کار می‌کنند. تحلیل وضعیت سبزی‌های بسته‌بندی شده به کمک ابزارهای حسگر اولین گام است. اینکه اندازه این مواد، بافت، مزه، طعم و بوی آنها در مدتی که در بسته‌بندی هستند چه تغییراتی می‌کند و این تغییرات در بسته‌بندی‌های مختلف و بر حسب ترکیب گازهای درون بسته‌بندی چه تفاوت‌هایی دارد. در تحقیقات ما نشان داده این مدت زمانی که مواد غذایی در بسته بندی میمانند مهم است، اما دمای انبار کردن مواد هم اهمیت دارد و همینطور میزان رطوبت و به خصوص برای کاهو تغییرات جوی و اینکه مواد در خلأ بسته بندی شدند. تمام اینها بر خصوصیت های مواد غذایی که در معرض حسگرها قرار میگیرند تاثیر میگذارد و در بیشتر موارد بر ظاهر مواد، بافت و بو. محققان با کمک تجزیه و تحلیل‌های شیمیایی و میکروبیولوژیک متوجه می‌شوند که سبزیجات بسته‌بندی شده طی زمان چگونه تغییر ماهیت می‌دهند. میکروارگانیسم‌ها غذایات ناخواسته چگونه کیفیت آنها را تغییر می‌دهند. می توانیم به کشاورزان یاد دهیم که با خود سبزیجات چه کار کنند، مثلا در مورد روش بسته بندی. با استفاده از جمع‌آوری داده ها محققان اروپایی موفق شدند نرم افزاری طراحی کنند که در هر مرحله تولید سلامت و کیفیت سبزیجات مختلف را تخمین بزند. هدف این است که کاربر با این نرم افزار به سادگی کار کند. می خواهیم شرکت های تولیدی روش های فراوریشان را با استفاده از مدل سازی به راحتی بهینه کنند. قصد داریم برای شرکت های تولیدی چارچوب سخت افزاری و نرم افزاری فراهم کنیم که نیازی به آموزش های خاص و پشتیبانی گسترده نداشته باشند. و
این نرم افزار کار مرا تسریع می کند. اگر مشکلی پیش آید می توانم وضعیت را شبیه سازی کنم و از برنامه می فهمم که مشکل کجاست و اینکه کدام جزء یا کدام روش را می توانم تغییر بدهم تا محصول نهایی تازه بماند. امیدوارم به کمک نرم افزار هر چه سریعتر بتوانیم فرمول های جدید برای فرآوری محصولات پیدا کنیم و محصولات ما مزه و طعم خود را بدون استفاده از مواد نگهدارنده مدت طولانی تر حفظ کنند و بیشتر در قفسه فروشگاه دوام بیاورند. اما بهداشت مواد غذایی با چالش‌های خیلی بیشتری روبروست و تجزیه تحلیل برخی از آنها مثلا در پی تغییرات آب و هوایی مشکل‌تر هم می‌شود. تغییرات اقلیمی چه تأثیرهایی دارد و چقدر این آثار گسترده خواهند بود؟ برای توضیح بیشتر به جنوب اسپانیا می‌رویم. این کشتگاه بزرگ سبزیجات مانند یک آزمایشگاه سرباز است. پژوهشگران می‌توانند در اینجا اثرات تغییرات آب و هوایی را بر روی محصولات بررسی کنند. چنانچه مدل‌های کنونی پیشبینی آب و هوا درست باشد، نواحی جنوب اروپا دچار کم‌آبی قابل توجهی خواهد شد. دانشمندان می‌خواهند ببینند این مسئله چه تغییری در کیفیت و بهداشت سبزیجات ایجاد خواهد کرد. به این نتیجه رسیده ایم که آبیاری یک چهارم کمتر از میزان موجود هم میتواند مفید باشد. برای محیط زیست هم بهتر است. چون آب کمتری مصرف میشود و هم برای برخی سبزیجات. زیرا در این صورت بعداً مدت بیشتری در قفسه فروشگاه میماند. محققان میگویند که کم‌آبی را میتوان با اقدامات دیگری که هم اکنون تحت بررسی دقیق است جبران کرد. می توان گونه هایی پیدا کرد که در برابر کمبود آب مقاوم باشند. می توان موادی را که به محصول می رسانید تغییر داد. مثلا می توانید به آن نیتروژن بیشتری برسانید تا کیفیتش حفظ شود. در نهایت می خواهیم ببینیم آیا می توان از منابع آب جایگزین استفاده کرد. مثلا از آبی که از تصفیه خانه ها می آید و اگر با این آبی که از تصفیه خانه ها می آید محصولات را آبیاری کنیم آیا محصول بهداشتی خواهد بود و عمرش در قفسه فروشگاه هم طولانی است یا نه. دانشمندان می‌خواهند بدانند کاهش میزان بارندگی که برای جنوب اروپا پیش بینی می‌شود یا هوای گرم‌تر و مرطوب‌تر که برای شمال اروپا پیش بینی شده چه تغییر و تحولی در میکروب‌های بیماریزا، مواد سمی، مواد آفتکش و عوامل دیگر قبل و بعد از کشت سبزیجات ایجاد خواهد کرد. قبلا فکر میکردیم هرچه رطوبت بیشتر باشد برای بهداشت و کیفیت محصولات بهتر است. اما الان فهمیدیم که رطوبت باعث دوام برخی میکروب‌های بیماریزا میشود. پیشنهاد ما این است که از میزان رطوبت حاد بین 95 تا 96 درصد که در فراوری این محصولات به کار برده میشود تا حدی کاسته شود. اما این تحقیقات کجا و چگونه انجام می شوند؟ اینجا در دانشگاه گنت بلژیک پژوهشگران بر روی این تحقیق می کنند که چگونه کپک های موجود در گوجه فرنگی های تازه به دنبال تغییرات آب و هوای شدید رشد می کنند. به دلیل تغییرات آب و هوا دما بیشتر شده است و مواد غذایی زودتر کپک می زنند و همین کپک ها مواد سمی تولید می کنند. اما کپک هایی که ما بررسی کرده ایم در دماهای بیشتر از 25 تا 30 درجه از رشد باز می ایستند. بنابراین تغییر آب و هوا دو اثر متضاد دارد که یکی دیگری را جبران می کند. دانشمندان میگویند برای اینکه بتوانند تاثیر پیچیده خطراتی نظیر تغییرات اقلیمی را برای بهداشت و تازگی محصولات ارزیابی کنند نیاز به تحقیقات بیشتری دارند. تغییرات آب و هوایی تاثیر خواهند داشت اما نمیتوان به دقت پیش بینی کرد که تا چه حد.
این موضوع پیچیده است و چندین عامل در آن نقش دارد. آب و هوا، فیزیولوژی گیاه و تنوع آن، محیط، همچنین موجودات ریز و میکروارگانیسم ها. این موجودات ریز خود را با تغییرات آب و هوا سازش می دهند. شاید این تطابق آثار مثبت داشته باشد. تغییر دما آثار منفی دارد. بنابراین چیزی که ما در آخر کار شاهدش هستیم، ترکیب این آثار مثبت و منفی است. تمام آثار تغییر آب و هوا لزوماً منفی نیست. برای اینکه در کشورهای شمال اروپا فصل‌ها طولانی‌تر می‌شود و این امکان هست که میوه و سبزیجات در این کشورها هم کاشت شوند. محققان به این نتیجه رسیدند که نظارت بیشتر بر مصرف آب، اصول بهداشتی و بسته‌بندی و نگهداری برای بهتر کردن و اطمینان بیشتر از سلامت مواد غذایی همچنان لازم است. متاسفانه نمیتوانیم بهداشتی بودن محصول را درست تعریف کنیم. قیدها مرتبا بیشتر میشود. تعداد کشورها هم بیشتر میشود و باید معنای واژه بهداشتی را بین این کشورها هماهنگ کنیم. هرچه بیشتر در مورد فراوری سبزیجات بدانیم، نهایتاً قادر خواهیم بود محصولات بهداشتی تر و با کیفیت بالاتر برای مصرف کنندگان تولید کنیم. همیشه باید حواسمان را جمع کنیم به تحولات جدید، به تهدیدات جدید مثل تغییرات جهانی آب و هوا دقت کنیم. هوشیار باشیم، مخصوصاً سطح آگاهی مردم را هم بالا ببریم.